زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت نهم وقتی به هوش آمدم چیزی جز وزوز گوش حس نمی کردم. همه چیز در سکوت و تاریکی کامل بود. ناگهان احساس کردم همه چیز در هم آمیخت و مطمئن شدم که دارند تابوتم را میبرند. داشتند مرا زنده زنده دفن می سعی کردم به دیوارهای دورو برم بکوبم اما حتی یک از را نمی توانستم تکان بدهم. تا مدتی که ابدیتی به نظرم رسید احساس کردم مرا به جلو هل می دهند. دیگر هیچ چیز در اختیارم نبود بعد تمام نیرویی را که برایم مانده بود جمع کردم فریادی کشیدم که در آن فضای بسته تنین انداخت به گوشهای خودم برگشت و نزدیک بود گوشهایم را کر کند اما میدانستم با آن فریاد نجات یافتم چرا که کمی بعد زیر پاهایم نوری ظاهر شد. فهمیده بودند که نمردم. کمی بعد آن نور، نور مبارکی که مرا از بدترین شکنجه ها یعنی خفگی نجات داد به تدریج تمام بدنم را روشن کرد. سرانجام در تابوت را برداشتند. عرق سرد می ریختم. درد شدیدی احساس می کردم. اما راضی و سبک بودم. به اشتباهشان پی برده بودند و برگشتن به این دنیا چه شادی آور بود. سرانجام نور به چشم رسید. دست نرمی دستم را گرفت. چهره فرشته وار عرق پیشانیم را پاک کرد. چهره فرشتوار با موهای بور و لباس سراسر سفید گفت نگران نباشید من فرشته نیستم شما هم نمردین اینم تابوت نیست یه دستگاه امارایه تا ببینیم چه اتفاقی براتون افتاده ظاهرا موضوع جدی نیست اما باید اینجا تحت نظر بمونید جاییم نشکسته خراش های سطحی زیاد. آینه ای براتون میارم. البته از دیدن قیافتون وحشت میکنی. اما تا چند روز دیگه خوب میشی. سعی کردم بلند شوم. با مهربانی مانم شد و بعد درد بسیار شدیدی در سرم احساس کردم و نالیدم. تصادف کردین طبیعیه مگه نه؟ به زحمت گفتم فکر میکنم دارین فریبم میدی. من آدم بالغی هستم زندگی خوبی داشتم میتونم بدون ترس بعضی خبرها رو بشنوم. انگار سرم داره میترکه. دو پرستار از راه رسیدند و مرا روی برانکار گذاشتند. متوجه شدم که یک گردنبند ارتوپتی دور گردنم گذاشتند. فرشته گفت چند نفر میگفتن از اونا خواستین تکونتون ندن. فکر خوبی بوده. باید مدتی با این گردم من سر کنید. اما اگه اتفاق غیر ای نیفته به زودی کل ماجرا براتون میشه یه وحشت بزرگ و همینطور یه خوش اقبالی بزرگ. چند وقت؟ نمیتونم اینجا بمونم. هیچ کس جوابم را نداد. بیرون اتاق رادیولوژی ماری با لبخند منتظرم بود. ظاهرا پزشکان گفته بودند مشکل جدی ندارم. دستش را روی موهایم حرکت داد و وحشتی را که با دیدن چهرم به او دست داده بود پنهان کرد. آن گروه کوچک در راه روی بیمارستان به راه افتاد. ماری، دو پرستار و فرشته سفید سردردم مدام بیشتر میشد پرستار سرم من پرستار نیستم. فعلا پزشکتون هستم. منتظریم تا پزشک شخصیتون بیاد. در مورد سرتون نگران نباشید. به خاطر یه ساز و کار دفاعی بدن تمام رگهای خون رسان رو در لحظه تصادف مسدود میکنه تا جلوی خونریزی رو بگیره. وقتی متوجه شد که دیگه خطری نیست، رکها دوباره باز میشن. خون دوباره به جریان میفته و این درد به خاطر اینه. همین. به هر شکل اگه بخواین میتونم چیزی برای خواب به شما بدم. نخواستم. و همانطور که از گوشه تاریکی در روحم بیرون میامدم، به یاد جمله ای افتادم که روز پیش شنیده بودم. آوا میگوید فقط در موعد مقرر اجازه میدهد این اتفاق بیفتد ممکن نبود بداند امکان نداشت سراسر آن پیش آمده تقاطع خیابان سن با سنپره حاصل یک توطعه کیهانی باشد امکان نداشت خدایان از پیش این اتفاق را رقم زده باشند. خدایان در این شرایط خطرناک دنیا که همه چیز داشت نابود میشد باید دقدقه های مهمتری می داشتند. اما همه کارشان را گذاشته بودند کنار تا فقط مانع ملاقات من با زهیر شوند. هیچ احتمالش نبود که آن جوان آینده را پیشگویی کند مگر آنکه به راستی آوایی را میشنید برنامه در کار بود و ماجرا بسیار مهمتر از آن بود که فکر کردم. آن وز کم کم فراتر از تحملم میشد. می لبخند ماری، امکان اینکه یک نفر آوایی را بشنود. و دردی که مدام بیشتر میشد. خانم دکتر، رو عوض کردم. میخوام بخوابم، نمیتونم و تحمل کنم. خانم دکتر چیزی به یکی از پرستارها گفت. پرستار رفت و پیش از اینکه به اتاقم برسم برگشت. سوزش و دردی در بازویم احساس کردم و خیلی زود خوابم برد. وقتی بیدار شدم میخواستم دقیقا بدانم چه اتفاقی افتاده. آیا زنی که کنارم بود جان سالم به در برده و برای بچهاش چه اتفاقی افتاده؟ ماری گفت باید استراحت کنم اما دکتر لویت پزشک و دوستم آمده بود و به نظر او مشکل مهمی نداشتم. یک موتور سیکلت با من تصادف کرده بود کسی که روی زمین افتاده بود و دیدم جوان موتورسیکلت سوار بود که او را هم به همین بیمارستان آورده بودند او هم مثل من شانس آورده بود و فقط خراش های سطحی برداشته بود پلیس خیلی زود بعد از تصادف بازرسی هایش را انجام داد و اعلام کرد موقع تصادف من وسط خیابان بودم و بنابراین من بودم که زندگی موتور سوار را به خطر انداخته بودم. به عبارت دیگر ظاهرا از همه نظر من مقصر بودم. اما جوان موتور سوار تصمیم گرفته بود شکایتی نکند. ماری به دیدنش رفته بود. کمی با هم صحبت کرده بودند. پی برده بود که اون مهاجر است و قاچاقی کار می کند و ترسیده بود چیزی به پلیس بگوید. جوان 24 ساعت بعد از بیمارستان مرخص شده بود. از آنجا که موقع تصادف کاسکت بر سر داشت خطر ضربه مغزی به شدت کاهش یافته بود. دکتر میگی 24 ساعت بعد مرخص شد؟ منظورت اینه که من بیشتر از یک روزه که اینجا سه روزه بعد از اینکه از امارای برگشتی دکتر بیمارستان به من تلفن کرد تا اجازه بدم از داروهای خواب آور استفاده کنه به نظرم رسید که حتما خیلی عصبی و ناراحت و غمگینی پس اجازه دادم این کارو بکنه حالا چی میشه در واقع دو روز دیگه تو بیمارستان و سه هفته با این گردم طبی تبی. هشت ساعت بحرانی گذشته. اما باز هم ممکنه بخشی از بدنت سازش نکنه و مشکلی پیش بیاد. اما بهتر موقعی به این موضوع فکر کنیم که وضع استراری پیش میاد. نمیارزه زودتر رنج بکشیم. یعنی هنوز ممکنه بمیرم؟ همونطور که خودت حتما خیلی خوب میدونی ممکن نیست. همه ما حتما میمیریم. منظورم اینه که هنوز ممکنه به خاطر این تصادف بمیرم؟ دکتر لویت مکسی کرد. بله، همیشه ممکنه لخته ای در کار باشه و دستگاه های تصویر برداری نتونن تشخیصش بده. هر لحظه ممکنه این لخته از جاش کنده بشه و آمبولی کنه. همیشه ممکنه یک سلول دیوونه بشه و سرطان ایجاد کنه. ماری حرفش را قطع کرد. دکتر، نباید از این حرفا بزنی. ما پنج ساله با هم دوستیم. اون از من پرسید، منم جوابشو میدم. حالا دیگه معذرت میخوام، باید به مطبم برگردم. علم پزشکی اونطوری نیست که فکر میکنی. در دنیای شما اگه پسر بچه ای برای خریدن پنج سیب از خونه بیرون بره و با دو سیب برگرده نتیجه میگیرین که حتما ستا رو خورده. در دنیای من احتمالات دیگری هم وجود داره. شاید اونا رو خورده باشه. شاید هم ازش دزدیده باشه. شاید پولش برای خرید پنج سیب کافی نبوده. شاید اونها رو در راه گم کرده. شاید کسی گرسنه بوده و پسرک تصمیم گرفته سیبهاش رو با اون تقسیم کنه و خیلی شاید های دیگه. در دنیای من همه چیز ممکنه. همه چیز نسبیه. درباره سر چی میدونی؟ ماری بیدرنگ فهمید منظورم میخایل است و احساس ناخوشایندی در چهرش ظاهر شد. بیدرنگ گفت فیلم دارد و باید برود. اما دکتر لویت هرچند عذر خواسته بود و میخواست برود مان تا جواب سوالم را بدهد. سر فعالیت بیش از حد تکانه های الکتریکی در منطقه خاصی از مغزه که منجر به تشنج با شدت کم یا زیاد میشه. در این مورد هیچ نتیجه گیری مطالعاتی قطعی نداریم. اعتقاد دارند که حملات عصبی زمانی شروع میشه که شخص تحت فشار عصبی زیاد باشه. پس نگران نباش. هرچند ممکنه یک فرد مبتلا به سر اولین علائم رو در هر سن و سالی بروز بده اما سر به ندرت در اثر تصادف با موتورسیکلت به وجود میاد. دلیلش چیه؟ من متخصص نیستم اما اگه بخوای میتونم اطلاعات لازم رو به دست بیارم. بله میخوام. سوال دیگه ای هم دارم اما لطفا فکر نکن مغزم در اثر تصادف تکون خورده. ممکنه بیماران سرعی صداهایی بشنوند و بتونن آینده رو پیشگویی کنن؟ کسی این تصادف رو پیش بینی کرده؟ دقیقا اینو نگفت اما من اینطور فهمیدم. عذر میخوام. اما دیگه نمیتونم بمونم. میتونم ماری رو هم با ماشینم ببرم. در مورد سر هم تحقیق میکنم. در آن دو روز که ماری نبود با وجود ترسی که هنوز بعد از آن تصادف در من مانده بود زهیر دوباره فضا را اشغال کرد. میدانستم اگر آن جوان واقعا به وعدش عمل کرده باشد الان در خانه پاکتی منتظرم است با نشانی استر. اما حالا دیگر می ترسیدم. آیا میخائیل در مورد آن آوا راست می گفت؟ سعی کردم جزیات را به خاطر بیاورم. از جدول پایین آمدم. ناخداگاه نگاه کردم دیدم اتومبیلی می آید اما متوجه شدم که فاصله مطمئنی دارد با این وجود کسی به من زد شاید آن موتورسیکلت بود که با سرعت از آن اتومبیل سبقت گرفت و از میدان دید من بیرون بود من به نشانه ها اعتقاد دارم بعد از جاده سانتیاگو همه چیز کاملا عوض شد. چیزی که باید بیاموزیم همیشه جلوی چشمهای ماست. کافیست: با احترام و دقت به اطراف نگاه کنیم تا کشف کنیم که خدا میخواهد ما را کجا ببرد و بهترین قدمی که باید در این لحظه برداریم چیست؟ همچنین آموختم، که به مسائل اسرارآمیز احترام بگذارم. همانطور که انشتین می گفت خدا در مورد کیهان داده پردازی نمی کند. همه چیز به هم متصل و دارای معناست. هرچند این معنا تقریبا همیشه پنهان می ماند. اما ما وقتی می توانیم بفهمیم که به معموریت حقیقیمان بر روی زمین نزدیک شده ایم که رفتاری که در قبالان آن معموریت می کنیم آغشته به انرژی شوق باشد اگر چنین است همه چیز درست است اگر چنین نیست بهتر است خیلی زود مسیرمان را عوض کن. وقتی در مسیر درست قرار داریم از نشانه ها پیروی می کنیم و گاهی قدمی به اشتباه برمیداریم کائنات به یاری ما می آید و مانع خطا کردن ما می شود. آیا آن تصادف یک نشانه بود؟ آیا میخائیل آن روز نشانه‌ای دریافت کرده بود که مخاطبش من بودم. به این نتیجه رسیدم که پاسخ این سوال آریست. و شاید به همین دلیل بود. شاید به خاطر اینکه سرنوشتم را پذیرفتم و گذاشتم آن نیروی عظیم هدایتم کند. در پایان آن روز متوجه شدم که زهیر کم کم شدتش را از دست می دهد. می دانستم تنها کاری که باید بکنم باز کردن یک پاکت خواندن نشانی او و حرکت به سمت خانه اوست. اما نشانه ها اعلام کرده بودند هنوز وقتش نیست. اگر استر به راستی آنقدر که تصور می کردم، در زندگیم موثر بود. اگر همچنان مرا دوست داشت آنطور که آن جوان می گفت چرا باید به زور شرایطی را فراهم می کردم که دوباره وادارم کند همان خطاهای گذشتم را تکرار کنم؟ چطور باید از تکرارشان پرهیز کنم؟ با شناخت بهتر خودم شناخت آنچه عوض شده بود و این طور ناگهانی راهی را که هموار شاد بود به شدت قطع کرده بود. اما آیا این کافی بود؟ نه. باید استر را هم میشناختم. در تمام دورانی که با هم زندگی کرده بودیم او چه تغییراتی کرده بود؟ آیا پاسخ به این دو سوال کافی بود؟ سوال سومی هم بود. چرا سرنوشت ما را کنار هم گذاشته بود؟ در آن اتاق بیمارستان وقت زیادی داشتم و فصل بندی کلی دوباره در مورد زندگیم انجام دادم. همیشه هم دنبال ماجراجویی بودم، و هم امنیت. هرچند میدانستم این دو با هم ترکیب نمی شود. از عشقم به استر مطمئن بودم اما به سرعت عاشق زنهای دیگر می شدم. فقط به خاطر اینکه بازی اقواگری جالب ترین بازی دنیاست. آیا توانسته بودم عشقم را به زنم نشان بدهم. شاید زمانی توانسته بودم. اما نه همیشه. چرا؟ فکر میکردم لازم نیست. فکر میکردم او حتما میداند. نباید در مورد احساسات من شک کند. یادم آمد که سالها پیش کسی از من پرسید خصوصیت مشترک تمام معشوقه هایی که در زندگی سر راه هم آمدن چیست؟ جوابش آسان بود. من. و با فهمیدن این فهمیدم به دنبال شخص مناسب چقدر وقت تلف کردم. زنها عوض می شدند. من همانطور میماندم و از آنچه میتوانستیم با هم تجربه کنیم استفاده نمیکردم های زیادی داشتم اما همیشه منتظر شخص مناسب بودم کنترل میکردم کنترل میشدم و رابطه رابطهمان فراتر از این نمیرد تا اینکه استر از راه رسید و چشمانداز را کاملا عوض کرد حالا دیگر با محبت به همسر سابقم فکر می کردم. دیگر یافتن او و فهمیدن دلیل این غیبت ناگهانی و بیتوزیحش برایم یک وسواس نبود هرچند کتاب زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن، رساله واقعی در مورد زندگی زناشویم بود. اما مهمتر از این اقرار نامی بود که برای خودم نوشته بودم. می توانستم عشق ببرزم. می دل من برای کسی تنگ شود. استر سزاوار چیزی بسیار بیشتر از کلمات بود. اما همین کلمات، کلمات ساده، هرگز وقتی با هم بودیم بر زبانم نیامده بود. همیشه باید بدانیم چه موقعی به آخر کار رسیده ای؟ بستن حلقه ها بستن درها پایان دادن به فصل های داستان مهم نیست چه نامی بر آن بگذاریم مهم این است که لحظه هایی از زندگی را که دیگر گذشته پشت سر بگذاریم کم کم پی می بردم که نمیتوانم به گذشته برگردم نمیتوانم کاری کنم تا همه چیز دوباره مثل قبل شود. آن دو سال که پیشتر برایم به جهنمی بی انتها میمانست، اکنون کم کم معنای واقعیش را نشانم میداد. و این معنا بسیار عظیم تر از زندگی زناشوییم بود. تمام مردها، تمام زنها با انرژی که بسیاری آن را عشق می‌نامند، به هم پیوستند. و این در حقیقت ماده اولیه است که تمام کیهان با آن ساخته شده. نمی‌توان این انرژی را دست کاری کرد. اوست که به نرمی ما را هدایت می کند و تمام آموزه های ما برای زندگی در آن نهفته است. اگر سعی کنیم آن را به میل خودمان مهار و هدایت کنیم نومید و ناکام و فریب خورده بر میمانیم چرا که او آزادی و رستگاری است. بقیه زندگی من را به صحبت می گذارانیم. که فلان کس یا فلان چیز را دوست داری. حالان که در واقع فقط رنج می بریم. چرا که به جای پذیرفتن نیروی عشق سعی می کنیم آن را کاهش دهیم تا در جهان مسلوب خودمان جا بگیرد هرچه بیشتر به این میاندیشیدم زهیر بیشتر نیرویش را از دست میداد و بیشتر به خودم نزدیک می شدم. خودم را برای کاری طولانی آماده کردم که نیازمند سکوت تمرکز و مراقبه و پایداری زیاد بود. این تصادف کمکم کرد بفهمم که نمیتوانم به زور چیزی را تحمیل کنم که هنوز زمان دوختن آن نرسیده است. گفته دکتر لویت یادم آمد. بعد از چنین ضربه ای احتمال دارد مرگ هر لحظه از راه برسد. اگر این طور بود چه؟ اگر تا ده دقیقه دیگر قلبم از تپش باز می چه؟ پرستاری شامم را به اتاق آورد. پرسیدم تا حالا به مراسم خاکسپاریتون فکر کردی؟ جواب داد نگران نباشی، زنده میمونین. حالا روزتون خیلی بهتره. نگران نیستم. میدونم زنده میمونم. آوایی به من گفته زنده میمونم. فقط به خاطر این از آوا حرف زدم که میخواستم سر به سرش بگذارم. مرد پرستار با بیاعتمادی نگاهم کرد. فکر میکرد حتما موقع آن است که دوباره معاینم کنند و مطمئن شوند که مغزم واقعا ضربه نخورده. ادامه دادم. میدونم زنده میمونم. شاید یه روز، شاید یک سال یا سی چهل سال دیگه. اما روزی با وجود تمام پیشرفت های علمی این دنیا رو ترک میکنم و به خاکم میسپرم. الان داشتم به این فکر می کردم. و میخوام بدونم شما هم تا حالا به این موضوع فکر کردین؟ هرگز و نمی خوام فکر کنم. در واقع چیزی که بیشتر از همه منو می ترسونه دقیقا دونستن همینه که همه چیز تموم میشه. چه بخواین چه نخواین چه موافق باشین و چه مخالف این حقیقتیه که کسی از اون فراری نداره. چطور کمی درباره این موضوع گپ بزنی؟ گفت باید به بیمارای دیگه سر بزنم. غذا را روی میز گذاشت و با تمام سرعت بیرون رفت. انگار میخواست فرار کند. نه از من بلکه از کلمات اگر پرستار نمیخواست اشارهای به موضوع بکند چطور بود که تنها من این فکر را داشتم به یاد قطعاتی از شعری افتادم که در کودکی آموخته بودم آنگاه که فاجعه براید بر آدمیان شاید که بمانم بر جای حراسان و شاید گویم لبخند زنان روزم نیک بود شب بیاید خرامان کشت زارم کشت کرده است سفرم پربار هر چیز به جای خیش است ای یاران کاش همین طور بود کاش همه چیز سر جای خودش بود گور نوشتم چه بود من و استر بارها وسیعت نوشته بودیم که در آن در کنار مسائل دیگر انتخاب کرده بودیم جسدمان را بسوزانند. قرار بود خاکستر مرا در جایی به نام سوری رو در جاده سانتیاگو به باد بسپرند و قرار بود خاکستر او را در دریا بریزند. پس دیگر لازم نبود سنگ قبری داشته باشم و گور نوشته ای. اما می توانستم جمله ای انتخاب کنم. اگر سنگ قبری داشتم می خواستم روی آن بنویسند او زمانی مرد که هنوز زنده بود. شاید جمله متناقضی باشد. اما خیلی ها را می شناختم که دیگر از زنده بودن دست کشیده بودند. هرچند همچنان کار می کردند، می خوردند و فعالیت های اجتماعی همیشگیشان را انجام می دادند. به شکلی خودکار همه کار می کردند و لحظه جادویی همراه با هر روز را درک نمی کردند. مکس نمی کردند تا به معجزه زندگی بیاندیشند. نمیفهمیدند که ممکن است هر دقیقه آخرین دقیقه زندگی آنها بر زمین باشد. راهی برای توضیح این موضوع به مرد پرستار نداشتم. البته بیشتر به خاطر آنکه مرد دیگری برای بردن ظرف غذایم به اتاق آمد. مرد بیدرنگ شروع کرد به حرف زدن با من. شاید از پزشک دستور داشت. پرسید اسمم را به خاطر دارم. میدانم در چه سالی هستیم؟ اسم رئیس جمهور آمریکا چیست و سوالهای دیگری که فقط موقع معاینه آدم برای تعیین میزان سلامت ذهنی و مغزی معنی دارد. تمام این به خاطر آنکه سوالی کرده بودم که هر انسانی باید بپرسد آیا تا به حال به خاک سپاری خود فکر کرده اید؟ شما که می دانید دیر یا زود خواهید مرد آن شب با لبخند به خواب رفتم زهیر داشت ناپدید می شود. استر داشت برمیگشت و اگر قرار بود امروز بمیرم با وجود تمام اتفاقاتی که در زندگیم افتاده بود با وجود خطاهایم ناپدید شدن زن محبوبم بی انصافی هایی که کرده بودم یا در حقم شده بود تا لحظه مرگ زنده مانده بودم و با تمام قطعیت می توانستم ادعا کنم روزم نیک بود شب بیاید خرامان دو روز بعد به خانه برگشتم ماری نهار را آماده کرده بود به توده نامه های روی میزم نگاهی انداختم آیفون اتاقم به صدا درآمد و سرایدار گفت بسته ای که هفته پیش منتظرش بودم رسیده و حتما روی میزم است. تشکر کردم. اما با وجود تمام خیالات قبلیم دوان دوان نرفتم تا بازش کنم. نهار خوردم. از ماری پرسیدم از فیلم چه خبر. او میخواست برنامه ام را بداند. با آن گردم بند طبی دیگر نمیتوانستم هر وقت دلم خواست بیرون بروم. گفت اگر لازم باشد هر چقدر باید پیش من میماند. باید برنامه ای برای یک شبکه تلویزیونی ای اجرا کنم. اما میتونم عقبش بندازم. یا حتی به همش بزنم. البته اگه بخوای کنارت بمونم. میخوام کنارم باشی. و خیلی خوشحال میشم که بدونم نزدیک منی. لبخند زد. فورا گوشی تلفن را برداشت. به شرکتش زنگ زد و از آنها خواست قرارهایش را تغییر بدهند. گفتگویش را گوش دادم. نگو بیمارم. من خرافاتیم. هر وقت این بهانه را میارم کارم به بستر بیماری میکشه. بگو باید از کسی مراقبت کنم که دوستش دارم. کارهای فوری زیادی داشتم. مصاحبه های عقب افتاده، دوستنامه های بی جواب مانده، نامه های تشکر برای پیام های تلفنی و دستگل هایی که برایم فرستاده بودند. باید مطالبی می نوشتم. برای چند کتاب مقدمه می نوشتم. چند توصیه نامه می نوشتم. ماری تمام روز را در تماس با نماینده ادبیم گذران و با هم برنامه کاریم را تغییر دادند تا هیچ برنامه نادیده نماند. هر شب در خانه شام میخوردیم مثل هر زوج دیگری. از چیزهایی حرف میزدیم که گاهی جالب بود و گاهی پیش پا افتاده. موقع یکی از همین شامها بود که بعد از نوشیدن چند گیلاس شراب گفت به نظرش من عوض شده. گفت ظاهرا نزدیک شدن به مرگ تو رو کمی به طرف زندگی کشونده. برای همه آدم همینطوریه. اما اگه اجازه بدی باید بگم نمیخوام بحث کنم حسادتی هم ندارم ولی باید بگم از وقتی به خونه برگشتی حرفی از استر نزدی. قبلا هم بعد از نوشتن زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن همین اتفاق افتاد این کتاب مثل یه جور درمان عمل کرد که متاسفانه دوام کمی داشت منظورت اینه که شاید این تصادف به مغزم صدمه زده باشه هرچند خشونتی در لحنم نبود اما تصمیم گرفت موضوع را عوض کند و شروع کرد به گفتن اینکه موقع سفر با هلیکوپتر از موناکو به کن خیلی ترسیده آخر شب موقع خواب با وجود مشکلات ناشی از گردنبند تبیم در آغوشش گرفتم با تمام مشکلات به هم عشق میورزیدیم و خودمان را بسیار نزدیک به هم احساس میکردیم تا چهار روز بعد توده عظیم کاغذ های روی میزم ناپدید شد. تنها پاکت بزرگ و سفیدی ماند با نام و شماره آپارتمان من. ماری خواست بازش کند. اما گفتم لازم نیست. میتواند منتظر بماند. چیزی نپرسید. شاید موضوع به حسابهای بانکی من مربوط میشد. یا مکاتبه ای محرمانه بود شاید از زنی که عاشق من بود من هم توضیحی ندادم از روی میز برش داشتم و در میان چند کتاب گذاشتم اگر تمام مدت به آن نگاه می کردم زهیر دوباره برمیگشت عشقم به استر حتی برای یک لحظه هم کم نشده بود اما آن روزهایی که در بیمارستان گذرانده بودم چیز مهمی را درباره من و استر به یادم آورد نه حرفهایی که با هم زده بودیم بلکه لحظاتی که کنار هم در سکوت بودیم چشمهای دخترانه و شیفته ماجرایش را به یاد می آورد. چشمهای زنی مقرور از موفقیت شوهرش. چشمهای خبرنگاری که شیفته ی هر موضوعی میشد که در بارش می نوشت. و از زمان خاصی به بعد چشمهای همسری که ظاهرا دیگر جایی در زندگی من نداشت. این نگاه اندوهگین قبل از موقعی ظاهر شد که تصمیم گرفت خبرنگار جنگی بشود. هر بار از میدان جنگ برمیگشت دوباره شادی در این نگاه ظاهر می شود. اما چند روز بعد دوباره به حالت قبل برمیگشت. یک روز اصر تلفن زنگ زد. ماری گوشی را به طرفم گرفت و گفت اون جوونه. آن طرف خط صدای میخایل را شنیدم. اول گفت به خاطر آن پیش آمد خیلی متاسف است و بعد از من پرسید که آیا پاکت به دستم رسیده؟ بله، اینجا پیش منه. تصمیم داری به ملاقاتش بری؟ ماری حرفهایمان را میشنید. ترجیح دادم موضوع را عوض کنم. باید دربارش خصوصی صحبت کنیم. نمیخوام گرو کشی کنم اما به من قول دادی کمکم کنی. منم به قولام عمل میکنم. همین که جا بیفتم همدیگر رو میبینیم. شماره تلفن همراهش را به من داد. قطع کردیم و دیدم که چهره ماری دیگر مثل قبل نیست. فقط گفت پس هیچی عوض نشده. چرا ماری؟ همه چیز عوض شده. باید سریع صحبت می کردم. باید می گفتم هنوز دلم می خواهد استر را ببینم و میدانم کجاست. باید می گفتم موقعش که برسد می روم سوار قطار، تاکسی، هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگری می شوم فقط برای اینکه به او برسم. اما این به معنای از دست دادن زنی بود که در آن لحظه کنارم بود و همه چیز را پذیرفته بود. همه کار کرده بود تا ثابت کند چقدر برایش اهمیت دارم. البته رفتارم بزدلانه و ناجوان مردانه بود. از خودم شرم داشتم. اما زندگی همین است. و من هم به شکلی که نمی توانستم دقیقا وصف کنم ماری را دوست داشتم. من هم ساکت ماندم. چرا که همواره به نشانه ها اعتقاد داشتم. و از وقتی لحظات سکوت در کنار همسرم را به یاد آورده بودم میدانستم با آوا یا بی آوا با توضیح یا بی توضیح هنوز زمان ملاقات نرسیده است. اکنون باید به جای تمام حرف هایی که با هم زده بودیم بر سکوتمان تمرکز می کردم. چرا که سکوت به من آزادی مطلق داده بود تا جهانی را درک کنم که در آن همه چیز خوب پیش می رفت و پی ببرم که وز از چه زمانی رو به ویرانی گذاشت. ماری آنجا بود. نگاه هم می کرد. آیا می توانستم با کسی که برایم همه کار کرده بود صادق نباشم؟ کم کم احساس ناآسودگی کردم. اما گفتن همه چیز غیر ممکن بود. مگر اینکه راهی غیر مستقیم برای بیان احساسم می ماری فرض کنیم دو تا آتش نشان وارد جنگلی میشن تا آتیش کوچیکی رو خاموش کنن. آخر کار وقتی از جنگل بیرون میان و میرن کنار رودخونه صورت یکیشون کثیف و خاکستر آلوده و صورت اون یکی به شکل معصومانه تمیز. سوال کدومشون صورتشون میشوره؟ سال احمقانه معلومه. اونی که صورتش کثیفه. غلطه. اون که صورتش کثیفه به اون یکی نگاه میکنه و فکر میکنه صورت خودش هم همونطوریه. اما اون که صورتش تمیزه میبینه که سر تا پای رفیقش قبار گرفته است و به خودش میگه حتما منم کثیفم باید خودم رو تمیز کنم. منظورت چیه؟ میخوام بگم موقعی که تو بیمارستان بودم فهمیدم که تا حالا همیشه در زنهایی که عاشقشون شدم دنبال خودم میگشتم. به صورتهای تمیز و زیباشون نگاه میکردم و خودم رو در اونها منعکس میدیدم. اما اونا منو میدیدن. خاکسترهای روی صورتم همو میدیدن. و هرچی هم که باهوش بودند هرچی هم که از خودشون اطمینان داشتند آخرش در من خودشون رو منعکس میدیدن و فکر میکردن بدتر از اونن که هستن لطفا این اتفاق برای تو بیفت میخواست اضافه کنم این اتفاق در مورد رابطم با استر هم افتاده این موضوع را تنها موقعی فهمیدم که به یاد تغییرات نگاهش افتادم من همیشه نور و انرژی او را جذب می کردم و این مرا شاد و مطمئن می کرد و اجازه میداد پیش بروم او مرا نگاه میکرد خودش را زشت و حقیر احساس میکرد. چرا که گذشت سالها حرفه من حرفه ای که او بسیار کمکم کرد تا تحققش ببخشم رابطه ما را در درجه دوم اهمیت قرار داده بود. بنابراین برای اینکه دوباره او را ببینم باید کاری می کردم تا صورتم مثل صورت او تمیز باشد. پیش از آن که خودم را در او پیدا کنم باید خودم را در خودم می آفدم. پایان قسمت نهم.